مانده در دوراهی ایران و آمریکا. مو قضية قتلة سليماني، مشكلة استعملت أرض العراق لتصفية حسابات. ترور مهمترین فرمانده نظامی ایران به دستور ترامپ در عراق جهان را بهت زده کرد و طرفداران حکومت تهران را خشمگین. ولا نقبل بأي احتلال وعليكم الخروج، إذا ما خرجتوا بالطرق السلمية قد نضطر إلى أن نذهب بالطرق المقاومة. کشته شدن قاسم سلیمانی آغازگر فصل خطرناک جدیدی در عراق بود. I don't think that you're ever going to see a complete absence of US forces. در این کشمکش اما مردم عراقند که رنج می‌برند. الشعب لهم قبل سوت حفن التراب فتفتوا بيدهم ويدبوا هيك. هيك فتتوا الشعب و هر کس که جرأت اعتراض داشته باشد صدایش می تواند با گلوله‌ای سربی خاموش شود. So you tell me that you know. یعنی می دونی احمد و صفا رو کی کشته؟ نعرف منو قاتل، نعرف الحزب اللي قدام بالاختيار. اونا کیان؟ ایران. در 17 سال گذشته تحولات عراق را پوشش دادم و از نزدیک شاهد این بودم که تنش میان ایران و آمریکا چطور بر زندگی مردم این کشور سایه انداخته. حالا بعد از مرگ قاسم سلیمانی برگشتم تا ببینم عراق به کدام سو می رود. در شروع سفرم راهی شهری می‌شوم که برای ایران در چند سال گذشته اهمیتی نمادین پیدا کرده. صبح خیلی زوده، داریم بغداد رو ترک می‌کنیم به سمت آمرلی. اطراف آمرلی هنوز خیلی امن نیست به خاطر اینکه نیروهای وابسته به داعش، بهتره بگم، هنوز فعال هستن. این بزرگ راه کلیدی بغداد را به شمال کشور وصل می کند. بیشتر نواحی اطراف آن در کنترل گروه های تحت حمایت ایران است. با یکی از همین گروه های شبه نظامی قرار ملاقات داریم. اینها اعضای کتائب سید و شهدا هستند. یکی از حدود 40 گروه مسلح هشت شبی یا بسیج مردمی. اجازه ورود به این مناطق برای رسانه‌های خارجی آسان نیست. بی بی سی توانسته دسترسی نادری به آمرلی پیدا کند. مرداد سال 1393، شهر کوچک شیعه نشین آمرلی بیش از دو ماه در محاصره کامل داعش به سر می برد. نبردی سخت برای عقب راندن این گروه آغاز شده بود و من برای گزارش آن به خط مقدم آمده بودم. پشت سر ما آثار درگیری و انفجار رو میبینین. هنوزم دارن میگن که اینجا تک تیراندازهای گروه دولت اسلامی هستن. پرچم سیاه داعش آن زمان تقریبا در بیش از یک سوم عراق برافراشته شده بود. با فتوای آیت الله سیستانی ورق برگشته بود. هواداران سرشناسترین مرجع شیعیان عراق سلاح به دست گرفته بودند تا با این گروه تند رو بجنگند. فرماندهی اصلیشان اما هنوز مشخص نبود. مناظر اینجا امروز هم هزینه سنگین پیروزی را به رخ می کشند.
همینجا بود که برای اولین بار تصاویری منتشر شد که حضور قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه را در میدان جنگ با داعش در عراق ثابت می‌کرد. حالا گروه‌های اینجا حاکمند که نه فقط در عراق که در آن سوی مرزها هم به گسترش نفوذ تهران کمک می‌کنند. سلام علیکم. علیکم السلام. بدايه ولنده صراحة يعني bizim emirlide ucaha değerli beyiklerimiz oturdular Kur'an'a yemin diştiler ama emirlerini satmazlar, hıyanet etmezler özne. O mahal yani aşair dövüştü, yok uydu. Haşit, fasıl mukavama yok uydu. Ama aşair idi. همان موقع سلیمانی شروع به سازماندهی گروه هایی کرد که با فتوای آیت الله سیستانی سلاح برداشته بودند. حاج قاسم 3 کره گلد برا امرله حسارنده بس امرله ده یعنی çok kimseler görmedi. Azimamız kuvvetli olurdu حاج قاسم gelende, حاج ابو مهدی gelende امرلیه. حاج dedik yani bir mesul gelsin desin bela 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 ki bizim daha azimamız fazla kuvvetli olsun. گروه هایی مثل کتایب سید و شهدا خود را محور مقاومت می خوانند. اتحاد فرامنطقه‌ای شیعه علیه آمریکا و اسرائیل. بلار بزن مرجعلرمز ده. اما برنجی سید علی سیستانی، سید علی الخامنه‌ای، سید حسن نصر الله. بلار بزن یعنی بتون امت شیعانن مرجع ده بلار. بز که فصائل مقاومه بتون یرده شیعه تعدل سبز حاضره. بتون عالم ده امریکا ده شیعه تعدل صاحب بزا امر و سره قدر غرد دو شعب روز شکسته شدن محاصره آمرلی ابو مهدی مهندس فرمانده ارشد هشت شبی و قاسم سلیمانی پیروزیشان را جشن گرفتند. عکسی از این لحظه به طور وسیعی در شبکه‌های اجتماعی پیچید و نگاه‌ها را به نقش جدید ایران در عراق جلب کرد. قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس در فهرست تروریستی آمریکا بودند. اما برای مردم این شهر آنها قهرمانند. این تنها خیابونه این شهر، یک طرفش رو اسم گذاشتن قاسم سلیمانی و یک طرفش رو ابو مهدی. همراه فرمانده به سوی دیگر شهر می رویم، جایی که هنوز گاه و بیگاه در تاریکی شب هسته های بازمانده داعش شبیخون می زنند. از بیشتر روستاهای اطراف چیزی جز تلی خاک نمانده. مسئولیت امنیت اینجا به عهده هشت شبی است. هشت شبی بخشی از نیروهای امنیتی دولتی است به فرماندهی نخست وزیر عراق. اما بعضی از قدرتمندترین گروه های این مجموعه به ایران وفادارند. چه کرد تایره هست گلرد و رارد دیردلر عراق تایره هستید یخ از ایران تایره هستید بس ایران سلاحنده دوگشتوخ. ما را به دیدار کشاورزانی میبرند که گویا قاسم سلیمانی را از نزدیک در زمان جنگ دیدند. عملیه دیدله برادم گرفتر انا اشتمشتی قاسم سلیمانی هارده اشتمشتی؟ یعنی بلا علم حکت دیدردی اشتمشتی قاسم سلیمانی دیدله طایره گلد و بایا دیدله قاسم سلیمان گلد و بایا دیدی سیز نه لازم سیز یعنی احتاجتیز من زیدان درمشم بزمینه هیچ کمسه درماد یعنی بابالار 32 oba var idi, hamısı da aşıydı etrafımızda. Biz de dedik işte bu yerlerimizi de aşı alıp dur. Dedi ne kadar yeriz var, ben hamısını zişi geri döndürürüm yani. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا میگوید در عملیات آمرلی نقش داشته. اما خیلی ها اینجا طور دیگری فکر میکنند. آمریکا؟ یوختو حکت.
Yoktu. Bas Kasım Süleyman'la Hacı bize yardım etti. Hiç kimse yardım etmedi. Allah Teala. Yok daha kimse. Amerika bizim düşmanımız. Amerika vurur bizi. Daha ne mi yardım etti? Amerika bizim iki adamımızı vurdu, yapardı gitti. Irak kaldı daha boş. Kimin yanında kalıp Irak? بامداد 13 دی ماه 1398 قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در فرودگاه بغداد کشته شد. محل حادثه زیارتگاه تازه‌ای شده برای طرفداران ایران در عراق. ضربه واشنگتن کاری بود. تهران این مرد را که قدرتمندترین بازویش در خاورمیانه بود از دست داد. در آن حمله 10 نفر کشته شدند. از جمله ابو مهدی مهندس. هو كان يعتقد على قاسم انه الامريكان ما عندهم هيك حمقى بحيث يرتكبون اغتيال بالعراق. انه الامريكان سيبذلون كل الجهد ان يقتلوني داخل ايران وانا داخل ايران محتاط. هو حاج قاسم انا داخل ايران متخذ كل الاجراءات الاحتياطيه ولذلك السبب لانه يقول ما اعتقد امريكا بهذا الحد من الحمقى ان يرتكبوا ولهم اي واحد عارفه. ان هادي عامريست در جبهه جنگ عراق و ايران فرمانده سپاه بدر، بزرگترین و قدیمیترین گروه مسلح شیعه عراقی که با حمایت ایران تشکیل شد برای جنگیدن با صدام. من فارسی میگم، شما عربی بگید. شما بچه‌ها کجا هستی؟ سپاه نوحه بدر. سپاه بدر سنگ بنای نفوذ ایران در عراق بود. رابطه هادی عامری با قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس به آن دوره برمیگردد. اینجا بیرون آمرلی هر سه کنار هم در سمت راست تصویر دیده می شوند. حاج قاسم كان يضحي بنفسه من اجل العراق. والله لم ارى انسان حريص على العراق وحريص انه على سياده العراق وكرامه العراق وانه داعش لا تمرغ ارض العراق كما رايت في حاج قاسم. اما بعضی رهبران عراقی مثل عیاد اللاوی سلیمانی را طور دیگری به یاد می آورند. دیدار اول آنها بهار 1383 بود. قال لي سلیمانی جاء عرفني على نفسه وقال انا جنرال سلیمانی قاسم سلیمانی واحنا اشتغلنا ضدك وعملنا ضدك في طيلة هذه الفترة. قلت له والله انا كمان ضدكم وضد تدخلاتكم في الشرق الاوسط وفي العراق تحديدا. يعني هذا كان اللقاء الأول، واللقاء الثاني صار في رمضان 2018. طلب مني أن أجمع الشيعة، قلت له أنا ما أشتغل شيعي وسني، أنا مواطن عراقي قبل أن أكون شيعي، قبل أن أكون سني، قبل أن أكون مسيحي. آقای علاوی اولین رئیس دولت عراق بود که بعد از سقوط صدام به روی کار آمد. سیاست مداری شیعه اما نه مورد تایید تهران. او از سالها جدال ایران و آمریکا در کشورش خشمگین است. اولا انا عندي تحفظ على انه امريكا تلجا الى اغتيالات في العراق. خلي يختاروا بغير محل، ليش اختاروا بالعراق؟ هي مو قضيه قتله سليماني، هو عسكري تعرض للموت، لكن المشكلة مو هنا، المشكلة استعملت أرض العراق لتصفية حسابات. همراه نیروهای ائتلاف به سوی بزرگترین پایگاه آمریکا در عراق پرواز می‌کنند. بر فراز استان انبار آسمان با این شعله ها روشن می شود. کارشان گمراه کردن موشک است. بخشی از تدابیر امنیتی ائتلاف در این مناطق. اینجا هم بازمانده های داعش و آلندو هم گروه های شبه نظامی شیعه مخالف آمریکا.
رسیدیم پایگاه عین الاسد. دفعه قبل که اینجا بودم درست بعد از حمله موشکی ایران به اینجا بود. حالا بعد از تقریبا یک سال اومدم ببینم که چه چیزایی تغییر کرده. هفتم قاسم سلیمانی که شد، ایران مواضع آمریکا در عراق را با این موشک‌های بالستیک هدف گرفت. دو دشمن بیش از هر زمان دیگری به جنگی تمام عیار نزدیک شده بودند. این ویدیو را سربازی آمریکایی گرفته. از لحظه برخورد موشک‌ها به پایگاه عین الاسد. یازده موشک اینجا فرود آمد. خسارت به تجهیزات نظامی چشمگیر بود. اما کسی کشته نشد. بیشتر آثار آن انفجارهای قوی امروز ترمیم شده. تمهیدات امنیتی هم بالاتر رفته. We have a Harn Art base. You will see more T-walls around especially in our critical operation areas. Our force protection is more robust, so we are still preparing for attacks. We don't want it to happen, but we are here making sure that if it does, we are prepared and we can counter any attacks. ماموریت رسمی سربازان آمریکایی اینجا پشتیبانی از نیروهای عراقی در جنگ با داعش است. اما تهران حضور آنها را تهدیدی برای امنیت خود می‌بیند. چند روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، گروه‌های تحت حمایت ایران در پارلمان عراق رأی به اخراج این نیروها دادند. آن موقع فعالیت‌های ائتلاف برای دو ماهی متوقف شد. What was the impact of the killing of Major General Qasem Soleimani on US troops here in Iraq? I think it put a kind of a pause on the day-to-day working relationship as everybody kind of took a break. But beyond that, I don't think, from talking with previous folks that had been here, peers, that we really saw much of a change. Not with the Iraqi security forces anyway. So you are not talking and your partners are not mentioning anything about this? We honestly do not speak about Iran or Iranian influence or Soleimani or Mohandas. It's not a part of our mandate. You know, we're not here because of Iran. We're here for defeat of Daesh. ایران هنوز از انتقام سخت حرف میزند و آمریکا از پاسخی که تهران را پشیمان خواهد کرد. عراق اما سایه این تنش را سنگین تر از همیشه حس می کند. مهر ماه 1398 موج تظاهرات گسترده ضد دولتی شهرهای غالبا شیعه نشین عراق را فرا گرفت. در اعتراض به بیکاری، فقر و نبود امکانات رفاهی ساده مثل آب و برق. تظاهر کننده ها این وضع را نتیجه فساد دولتی در نظامی می دانستند که پس از حمله آمریکا و سقوط صدام پا گرفته بود. اما خشمشان کم کم متوجه ایران شد. منذ احتلال العراق منذ 17 عام تقريبا وهناك صراع خفي بين الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي من جهة وإيران من جهة ثانية فهاي المظاهرات كان شعاراتها واضحة لا لأمريكا لا لإيران
وطبعا شعارات اخرى نريد وطن، نريد وطنا، نريد وطنا، يعني نريد مواطنه، نريد عمل، وظائف، معيشه باحترام. در بغداد به پاتوق امن معترضان آمدم برای دیدار با ایوب، فعال مدنی و از سازمان دهندگان اصلی تظاهرات. او درباره علت نارضایتیشان از ایران میگوید. العراقيين لظنين ابسط واحد بالعراقيين انه هو ما يعرف انه احنا 60 الى 70% من نسبه الدمار اللي عايشيها هي بسبب سياسات الحكومه بين العراق وايران. احنا بدنا نستورد كهرباء من ايران، صار لنا 17 سنه وبعدنا لحد الان كهرباء ما عندنا. احنا زراعه بدنا نستورد من ايران واحنا عندنا زراعه. ماكو منطق، هذا ماكو منطق بالعالم. اليوم انت تنتلكين الشيء وتستورديه مره ثانيه. اما ايران جزء كشورهاي بود كه با شروع جنگ با داعش به کمک عراق اومد. احنا ما انكر انه هو ساعد، بس اني ارجع للحقيقه، هو ما ساعدني مجانا. هو اول فقره ساعدني على مود يضمن امان بلده، على اعتبار انه احنا اكبر شريط حدودي ما بين كل الدول المحاوطه به هو محاوط بالعراق. اذا داعش سيطر على العراق، وجهة نظر ايران شنو راح تكون؟ پس از هفته‌ها تظاهرات مسالمت آمیز، نیروهای امنیتی برای پایان دادن به اعتراض‌ها وارد میدان شدند. و اینطور درگیری‌های خونین آغاز شد. بیش از 600 تظاهر کننده کشته شدند. نیروهای دولتی و گروه‌های نزدیک به ایران متهم به این کشتارند. علی خبرنگار است و از رهبران تظاهرات. او به چشم دیده که چطور فضای میدان تحریر بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی خشن‌تر شد. الميليشيات العراقية الولائية لإيران، الولائية لولاية الفقيه الإيراني، كان المفروض تنتقم لقتل قاسم سليمان وأبو مهدي المهندس من 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 الأمريكان، لكنهم انتقموا من المحتجين، انتقموا من المتظاهرين. يعني كأنما أصبح الناشط الحقوقي والصحفي هو الذي قتل قاسم سليماني وليست القوات الأمريكية. علی میگوید بارها از طرف گروه‌های شبه نظامی تهدید شده و به ناچار به ترکیه پناه برده. قاسم سلیمانی ارهابی و ابو مهدی مهندس ارهابی و کل میلیشیا داخل العراق ذات ولا ایران ارهابی. میدان تحریر حالا بیشتر وقت‌ها سوت و کور است. اسامی کشته شده های تظاهرات روی دیوار نوشته شده. دولت گفته آنها شهیدند. اما هیچ کس به جرم این کشتار محاکمه نشده. حتی آنها که به دست نیروهای دولتی کشته شدند. مثل سجاد. وقتی گلوله قلب سجاد را در میدان تحریر بغداد شکافت، تنها 18 سال داشت. مرحبا آفن. مرحبا. سلام. مادر و مادر بزرگش هنوز چشم انتظار اجرای عدالتند. في البداية أول ما صارت المظاهرات العام ب 21 أكتوبر كانت لو 25، هي بشهر العاشر العام كنا نروح كليتنا. يصير ضابط. كانت أمنيتي تخلص دراسة يصير ضابط يصير عندنا بيت. هو ناوي يحب وحدة، كان ناوي يريد يتزوج. اینجا محله تل محمد است، جایی که سجاد در آن بزرگ شده. محله فقیرنشین در شرق بغداد که بیشتر ساکنانش شیعه‌اند. مثل بسیاری از جوانان عراقی، سجاد هم از فقر و نبود فرصت برای زندگی بهتر به تنگ آمده بود. شیرید البشر، شیرید. لا يريد فلوس، يريد مال، يريد حياة يستقر بيها. So, do you think that your son died for nothing?
إذا ما تحققت مطالبهم وإذا ما سووا شيء وماكو تغيير فابني راح دمه هدر. با وجود همه خطرها هنوز جوانانی هستند که می‌خواهند جنبش اعتراضیشان را زنده نگه دارند، مثل کسانی که امروز اینجا در مرکز شهر جمع شدند. حضور نیروهای امنیتی گسترده است. هر گوشه نشانی از هویت عراقی دارد. ونحب نوصل رسالة احنا كثوار تشرين، احنا للعراق والعراق امنا، لا يحق لا لامريكا ولا لايران ولا اي دولة تتدخل بشؤون العراق، العراق الاهلة، وان شاء الله وان شاء الله هذا الجيل قادر ان يغير ويوصل للطموح اللي يريده. در مقايسة با موج اول تظاهرات تعداد امروز بسیار کمتر است. ایوب هم آمده، میگوید به مرگ تهدید شده. یعنی اربع تهدیدات انه اذا تجي اونا چی میگن؟ قتلك قتلك هاي انه اذا تجي قتلك. میدونی تهدید کننده ها کیا هستن؟ اكيد ما اقدر اكيد، لكن احنا الاكيد واللي نعرفه انه كل اجندات الاحزاب تشتغل ضدنا. احنا ما عندنا اليوم ماكو مدني يهدد مدني، ماكو احنا اليوم سلمي يهدد سلمي. شعارهای ضد آمریکایی در 17 سال گذشته در عراق به گوش رسیده، اما شعار علیه ایران تازگی دارد. اوایل جنگ با داعش، ایران و گروه‌های تحت حمایتش در نگاه بسیاری از عراقی‌ها حکم قهرمان پیدا کرده بودند. این جایگاه انگار در حال رنگ باختن است. یکی از خواسته‌های مهم تظاهرکننده‌ها از همون روز اول این بود که هیچ کشور دیگه‌ای در امور عراق دخالت نکنه و هنوز هم دارن همین رو اینجا به ما میگن. امروز هر طرف نگاه کنی، نشانی از نفوذ ایران در عراق می‌بینی. این پوسترها را گروه‌های هوادار ایران نصب کرده‌اند، برای قدرت نمایی و هشدار به آمریکا و طرفدارانش. احنا هي مو قضية سليمانية، هي قضية الدور الإيراني بالاستحواذ على المنطقة. هو أحد منفذي الدور الإيراني، هو مو هو، الآخرين ينفذون هذا الدور. قبرستان وادی سلام در نجف، این بزرگترین گورستان جهان است. جایی که شیعیان عراق از سراسر کشور برای دفن مرده هایشان می آیند. سجاد 18 ساله هم که در تظاهرات کشته شد، همینجا به خاک سپرده شده. مادر و مادر بزرگش از بغداد به دیدارش آمدند. قلب الامهات شو تحترق على ولدها، شوفون قلب الاهل شلون ده يحترق، يروحون الشباب هدر حرامات هيجي. سجاد هم مانند بسیاری از نسل جوان عراق جز آشوب و ناآرامی چیزی ندید. پدر و داییش در درگیری هایی کشته شدند که پس از حمله آمریکا شروع شد. الشعب لهم كم نسبه حفن التراب فتفتوه بيديهم ويذبوه هيك.
هاي كيف فتتوا الشعب ياخذونهم النموه النموه ماخذ. کمی آن طرفتر ناهی ضد آمریکایی به گوش می رسد. اینجا قبر ابو مهدی مهندس است. دست راست قاسم سلیمانی در عراق. مردی با نقشی کلیدی در سازماندهی گروه های شبه نظامی شیعه. مثل سلیمانی، او هم از نگاه بعضی قهرمان جنگ با داعش بود و از دید بعضی دیگر متهم به سرکوب تظاهرات. قبل مقتل حج قاسم سلیمان و ابو مهدی المهندس كان عملية تخريب بها الأمور، بعد استشهادهم الشعب العراقي يعني توحد بأجمعه، اللي كل العراقيين طلعوا مواكب حسينية، علماء، رجال دين، أحزاب، كلهم خرجوا لتشيع حج قاسم وأبو مهدي المهندس وما فرقوا أنه هذا إيراني هذا عراقي. سید محمد طالقانی مدیر دفتر امام جمعه نجف است و فرمانده یکی از گروه های محلی هشت شعبی. او 20 سال ایران زندگی کرده. بخشی از مردم در عراق میگن ایران در امور عراق دخالت میکنه. طبعا ایران هنا تحاول تحافظ على حدوده كما السعوديه تحافظ وكما الاردن يحافظ وكما الكويت الحافظه، لكن تدخل في شؤون العراق لا، ماكو هيك شيء. هذا هنالك تجانس ما بين الشعبين العراقي والإيراني. أولا نحن نمتلك تاريخ مشترك، نحن نمتلك دين مشترك، نحن نمتلك ثقافة مشتركة ما بين هذين الشعبين. نجف سومین شهر مقدس برای مسلمانان شیعه است بعد از مکه و مدینه. آرامگاه حضرت علی، اولین امام شیعیان. این شهر کانون مرجعیت شیعه عراق است. رقیبی تاریخی برای حاکمیت مذهبی ایران. میلیون ها شیعه از سراسر جهان هر سال برای زیارت به این شهر می آمدند. بخش بزرگیشان از ایران. اما کرونا مرزها را بسته و این زیارتگاه به طور بی سابقه خالی از ایرانی ها شده. دفعه قبل که اینجا راه می رفتم در هر گوشه می تونستم گفتگوی ایرانی ها رو بشنوم. بیشتر نوشته ها اینجا به زبان عربی و فارسیه که خودش نشان دهنده اهمیت و وزن زائرای ایرانی برای این شهره. تهران برای محکم کردن جای پایش در این شهر هم روی اعتقادات مشترک حساب کرده و هم خرج‌های دیگر. تنها برای مرمت این گنبد زرین و نمای حرم ایران بیش از 500 میلیون دلار هزینه کرده. سری به بازار تاریخی نجف میزنم. تو همین چندی پیش کار و کاسبی خیلی ها اینجا بسته به زائران ایرانی بود. بیشتر مغازه‌دارها فارسی بلدند. سلام تو. سلام. احتمالاً برای چانه زدن با مشتری‌های ایرانیشان. سلام. خوب هستی؟ چه شکلی فارسی یاد گرفتی؟ من فارسی تقریباً قبل 23 سال از بچگی، وقتی من بودم بچه از 10 سال زمان بله. صدام وقتی اومد ایرانی اینجا فارسی یاد گرفته. خاله مادر هم شوهرش ایرانی تو مشهد زندگی. قبل از کرونا شدیدتر شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم رونق این بازار را کم کرده بود. سلام، حال شما خوب است؟ سلام، حال شما خوب است؟ به دیدار محمد می‌روم. مغازه‌داری که حدود 2 سال پیش همینجا با او آشنا شده بودم. آن موقع نجف پر بود از مسافران ایرانی.
مغازه تغییر کرده، چه اتفاقی افتاده؟ چه تغییر دادین؟ بازو از پارچه به طلا؟ پارچه رو ایرانی می‌خرید فقط. درست. الان دیگه پارچه دیگه هست نمی‌خرید. الان هم مثلا اگه زائر ایرانی هم بیاد، باز نمی‌تونه خرید کنه. به خاطر اینکه قیمت تومان خیلی پایینه، خرید نمی‌تونه بکنه. این همه تاثیرش شما حس می‌کنید اینجا؟ آره، تاثیر خیلی گذاشته. آیا مشتری‌های دیگه‌ای دارین از کشورهای دیگه یا مشتری دیگه؟ بله دیگه، یعنی الان اعتمادمون فقط به مشتری‌های عرب و خلیجی و لبنانی و هندیان میان. الان کارمون روی ایناست اکثرا دیگه، به یعنی به ایرانی دیگه کسی اعتماد نداره. ششم آذر ماه 1398. در حرکتی غیر منتظره، گروهی از تظاهر کنندگان کنسولگری ایران در نجف را به آتش کشیدند. رویدادی که به نماد نارضایتی جامعه شیعه عراق از حکومت ایران تبدیل شد. برای شام به خانه محمد می روم که پیشتر در بازار ملاقاتش کردم. سلام، خوبی؟ خیلی ممنون، ببخشید زحمت داریم میدیم. ممنون که محمد تا 9 سالگی در قم بزرگ شده و بعد از سقوط صدام با خانوادهش به عراق آمده. چی پخته این؟ خالص روغنی است ما درست کردیم. به بچه بوی عالی میده. مادر خانواده ایرانی است و پدر عراقی. خالص بامیه است، مدل ایرانی؟ خیلی فرق نمیکنه به اون صورت. شبیه همان؟ فقط تو ایران مثلا من دیدم گوشت چرخ کرده معمولا من دیدم میریزن، ولی اینجا نه، گوشت میریزن. شما دیگه بس هر دو مدل غذا رو میپزین دیگه، هم مدل عراقی هم ایرانی. بله، در روز تاساش هم تقریبا یه خورده بلد هستیم. پدر محمد مانند هزاران شیعه مخالف صدام به ایران پناه برده بود. خب آقامون ایران بودن زمان صدام. بله. اومده بودن اونجا بودن، بعد دیگه بعد از اینکه صدام اینطوری سقوط کرد و سوزش اینه، بعدن برگشتن عراق. او در زمان جنگ 8 ساله عضو سپاه بدر بود و علیه حکومت عراق می جنگید. بسیار لذیذه. برای بچه‌های خانواده در جو امروز عراق، صحبت از هویت ایرانی عراقیشان خیلی راحت نیست. فارسی حرف میزنین با بچه‌ها؟ بله، بعضی وقتا خجالت میکشیم، شاید حرف بزنن و این، ولی من گفتم بهشون من فارسی بلدم حرف بزنم و این. آره گفتم مامانم ایرانی و این. چی گفتن به تو وقت؟ یه هیچی نگفتن، عادیه، ولی بعضی بچه‌ها تعجب کردن. دفعه قبل که اومدم با هم صحبت میکردیم، تو میگفتی که خیلی ایرانی ها رو دوست دارن و ایران آره. خیلی جایگاه داره. آره جایگاه داره. اون موقعی گفتم به خاطر همین داعش بود دیگه. درست. سردار سلیمانی رو که اول همه یه فرمانده عظیم و چیز میدیدنش در نظرشون، یهو میبینی همه این چیزا برعکس میشه که ما چیکار داریم به سردار سلیمانی رو ندارم چی شروع کردن شعار دادن بر علیهش. محمد میگوید دیگر مثل قبل اینجا احساس امنیت نمی کند. وقتی که ایران و جایگاهش خوب بود نمی ترسیدم. وقتی این کنسولگری اومدن چیز کردن موقع ترسیم، گفتن یه وقت نرم میکنم به مادرش ایرانی یا نرم چی از این آدم وقت می ترسیم میگن آره این شوهرش هم تو صفحه بد بوده از اون طرف. مثلا شروع کردم از اون به بعد دیگه مخفی کردن شناسنامه مادر که ایرانی، نمیگم ایرانیه. الان میدونی مردم چه مثلا چه فکری میکنن؟ یعنی میگه ایران کمک نکرده، ایران از ما استفاده کرده، هم جنسش رو انداخته به ما در حالی که همه کشورها تحریم کردن هیچ جنس ایرانی نمیخره. میگه به خاطر این از عراق حمایت کردن، وگرنه مثلا براشون مهم نیست، نمیخوان عراق کشور قوی و متمکن بشه.
در همین نجف بود که پس از سقوط صدام زمینه برای یکی از سیاست‌های بلند مدت ایران هموار شد. مرداد سال 83 شورشیان مسلح شیعه خواهان خروج آمریکایی‌ها از عراق بودند. فرصتی برای ایران تا سوار بر احساسات ضد آمریکایی، گروه‌های شبه نظامی تازه‌ای را در این کشور شکل دهد برای جنگی نیابتی با آمریکا. و امروز ادامه همان جنگ. از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی، سیستم دفاعی سفارت آمریکا بارها اینطور آسمان بغداد را شکافته. پاسخ به حمله های راکتی. در یک سال گذشته بیش از 200 راکت به سوی سفارت و نیروهای آمریکایی در عراق شلیک شده. در بغداد به دیدار گروهی می رویم که واشنگتن آن را عامل اصلی حمله های راکتی می داند. کتایب حزب الله. مرحبا، امین هم؟ گروهی با ساختاری سری که از سوی سپاه پاسداران آموزش دیده و سابقه طولانی در جنگیدن با نیروهای آمریکایی در عراق دارد. قوات الامریکيه الموجوده في العراق هي قوات نحن نوصفها قوات احتلال لا تحترم السياده العراقيه وخرقت اتفاقيه الاطار الاستراتيجي وبالتالي من حق الشعب العراقي مواجهتها. Do you think that the US troops will ever withdraw from Iraq? القوات الامريكيه احتلت العراق بعد عام 2003 وسيطرت عليه بشكل كامل وكان عديد القوات الامريكيه بحدود 250 الف جندي امريكي. واستطاعت وسائل المقاومة بإمكاناتها المحدودة وبقدراتها المحدودة أن تجبر القوات الأمريكية على مغادرة العراق نهاية عام 2011. الآن الوضع تغير بشكل كبير وحاسم. وسائل المقاومة والشعب العراقي لديه من الخبرة والإمكانات والقدرات. أعتقد اليوم المعادلة لصالح الشعب العراقي وليس لصالح القوات الأمريكية التي هي اليوم بعدد محدود جدا وليست قادرة على مواجهة وسائل المقاومة. You are as a Hashd al-Shaabi and you as Kataib Hezbollah are part of the official Iraqi forces. Who are you taking orders from? Iran or Iraq? الموضوع لا يتعلق بالدول والحكومات، الموضوع يتعلق بالعقيدة. الذي يقود المقاومة في كل العالم هو سيد المقاومة الإمام القائد علي الخامنائي. اینجا مرکز فرماندهی ائتلاف به رهبری آمریکا در بغداد است که هدف حمله‌های راکتی بوده. بسیاری از فعالیت‌های ائتلاف از این پایگاه اداره می‌شود. با اینکه داعش سرزمین‌هایش را از دست داده، هنوز خطرش رفع نشده و دولت عراق می‌گوید حمایت ائتلاف همچنان حیاتی است. از همین اتاق نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا پهپادهاشون رو کنترل میکنن بر فراز عراق، پهپادهایی که به گفته اونها برای حمایت نیروهای عراقی به پرواز در میاد. شبه نظامیان وابسته به ایران ائتلاف رو متهم به جاسوسی از آنها با این پهپادها میکنند. آنها به دولت عراق فشار میآورند که به حضور این نیروها پایان دهد. از بهار 99 به این ور ائتلاف 8 پایگاه کلیدیش در عراق را ترک کرده. نیروهای آمریکایی حالا بیشتر در 3 پایگاه اصلی بغداد، اربیل و عین الاسد هستند. There has been an announcement that the number of US troops will be reduced. Are you leaving Iraq? I don't think that you're ever going to see a complete absence of US forces.
What I mean by that is I believe that we're going to have standard military to military or mil to mil relationship with the country of Iraq unless they choose they otherwise. ایران و گروه‌های تحت حمایتش می‌گویند انتقام خون قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس خروج کامل نیروهای آمریکایی از منطقه است. اما بعضی از این گروه‌ها مخالف رابطه با آمریکا هم نیستند. اگر نیروهای آمریکایی که شما میگید باید خارج بشن از عراق، اگر اینها خارج بشن، یعنی شما حاضرید به نوعی اتفاقاتی که افتاده رو پشت سر بذارید و روابطتون با آمریکا رو در حوزه‌های دیگه ادامه بدید؟ نحن نريد علاقات مع امريكا اقتصاديه سياسيه ثقافيه تجاريه وليس عسكريه ولا نقبل باي احتلال ولذلك نقول لهم اذا اردتم ان تكون علاقتكم اقتصاديه تجاريه ثقافيه اهلا وسهلا مرحب بكم ولكن إذا تريدون أن تختصروا وتقومون قواتكم برية وقتالية وتأخذون قواعد عسكرية بالتأكيد لن نسمح لكم وعليكم الخروج إذا ما خرجتوا بالطرق السلمية قد نضطر إلى أن نذهب بالطرق المقاومة. آتش این جنگ عراق را وارد مسیر مرگبارتری کرده. من راهی بصره هستم، شهری که روی نفت نشسته اما پول آن سر سفره مردمش نرفته. خیلی ها اینجا شبه نظامیان وابسته به ایران و فساد دولتی را مقصر این وضع می دانند. بصره اولین شهر شیعه نشین عراق بود که صدای اعتراض به تهران در خیابانهایش به گوش رسید، اما با این خشم مدارا نشد. 10 روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، یک خبرنگار شناخته شده محلی و فیلم بردارش به ضرب گلوله اینجا کشته شدند. من تعدیت من سیارتهم سمعت اطلاق نار. یک شاهد عینی به شرط پنهان ماندن هویتش قبول کرد با ما صحبت کند. According to what you have witnessed, you think that it was an organized assassination. ايه 100%، لانه ما معقول انا اكون متسبقه بالشارع ومنتظره بالفرع، يعني شيء مرتب. إذا مشاهدينا، بيان مؤسسة دجلة للإعلام جاء فيه بحزن بالغ. این اعلام خبر از شبکه‌ای که آنها برایش کار می‌کردند. والإعلام العراقي باستشهاد مراسل قناة دجلة أحمد عبد الصمد ومصورها صفاء غالي اللذين طالتهما يد الغدر الآثم أثناء تغطيتهما الاحتجاجات الشعبية في البصرة. خبر کشته شدن احمد و صفا زیر انبوه اخبار بالا رفتن تنش میان ایران و آمریکا گم شد. برادر احمد میگوید ماشین را اینجا در پارکینگ دم خانه همونطور نگه داشته تا کسی یادش نرود چه آتشی به جانشان افتاده. كان قدها صفاء الله يرحمه كان احمد قاعد بصف صفاء وجود اطلاقات داخل السياره داخل المحرك حتى داخل السياره من ورا وايد اطلاقات رصاص. How many bullets? 13. با احمد چند سال پیش آشنا شدم، وقتی برای تهیه گزارش به بصره آمده بودم. او بی هیچ چشم داشتی به خبرنگاران خارجی کمک می کرد. یادم هست که می گفت ایرانی ها را دوست دارد اما حکومت ایران را نه.
احنا صارنا 16 سنة مبيوقين ومنهوبين وخيرنا لغيرنا واحزاب تحكمنا وعصابات وميليشيات ومخدرات. از همان ابتدا احمد تظاهرات ضد دولتی در بصره را لحظه به لحظه گزارش می‌کرد. اهم شيء نتخلص من هذه الاحزاب وجماعه الكاتب الصوت والدراجات والاغتيالات اللي قاعد يفترون برا ساحه التظاهرات. نعرفهم كل زين. با انتقادهای رک و راست و تندش از ایران و گروه‌های شبه نظامی محبوب معترضان شده بود. يردون وطن، يردون يعيشون. احمد هو القائد، هو الوحيد الدافع عن البصرة، عن حقوق الفقراء المظلومين، فقط احمد. Was he talking or was he telling you about any threats? احمد دائما احاكي ان شويه خف حده التصريحات مالتك، يعني ميليشيات والبلد مسيطره على، يعني على ميليشيات ايران واحزاب ايران. احمد ما يخاف من الاحزاب، ينفعل من يشوف القتل، من يشوف الاستهزاء بحياة المواطن العراقي، ما يقدر يستحمل، ما يقدر يصبر. محمد میگوید میداند عاملان قتل برادرش چه کسانی هستند. نعرف منو قاتل، نعرف الحزب اللي قدام بالاختيار. ايران تعليمات من ايران باغتيال جميع اي ناشط واي صحفي واي واحد يندد بسياسة ايران هو يتم تصفيته. Did you go to the police to tell what you have seen? احنا هنا الواقع مالتنا، يعني بالنسبة هذا الجانب ضعيف، يعني هو يضل الشخص اللي يروح. انا بصراحة مبتعد عن هذا الجانب، ما لي علاقة يعني. Are you afraid? اي طبعا خايف. از زمان شروع تظاهرات ضد دولتی در پاییز 98 بیش از 30 فعال مدنی و خبرنگار عراقی مثل احمد کشته شدند. اینجا در محل کار احمد همکارانش هنوز در بهت و حیرتند. مرحبا. لأنه الاختيارات بدت يعني من 2003 لحد هاي اللحظة اختيارات الصحفيين، فصحفي اليوم من يطلع مثل ما تقول ما مأمن على روحه، يعني يطلع ما مأمن على روحه أنه يرجع أو ما يرجع. لإرسال رسالة ليس فقط لأحمد وصفاء، رسالة للجميع أنه أنكم كلكم معرضين لهذا الموقف. کسانی که کشته شدند از منتقدان سرسخت تهران بودند. گروه‌های وابسته به ایران متهم به دست داشتن در این قتل‌ها هستند. از جمله کتائب حزب الله. كثير من الحملات الإعلامية التي صدرت من وسائل إعلام مرتبطة بالمشروع الأمريكي أو مرتبطة بالمشروع الإقليمي، وشهدنا كثير من الاتهامات باستهداف المتظاهرين، باستهداف الناشطين، لكن هذه ثبتت ما بعد هذه الفترة عدم صحتها وعدم دقتها. اليوم نحن نطالب الحكومة العراقية بالكشف عن من قتل أبنائنا من المتظاهرين، هؤلاء أبنائنا. وقتی در مراحل پایانی مونتاژ این فیلم بودیم، مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در این توییت شبانه از دستگیری قاتلان احمد و صفا خبر داد. او نوشت جوخه مرگی که باعث وحشت مردم بصره شده بود به دست نیروهای امنیتی افتاده، اما نگفت آنها چه کسانی یا وابسته به چه گروهی هستند. مقام دولتی که با او درباره این قتل‌ها گفتگو کرده بودیم چند هفته بعد از ما خواست مصاحبه‌اش را پخش نکنیم. او گفت از سوی شبه نظامیان هوادار ایران تهدید به مرگ شده. آقای علاوی تنها کسی بود که درخواست ما را برای صحبت در این باره قبول کرد. مشکلی هی فی الاجهزه الامنیه و عدم قدرتها علی التعرف علی الجنات. أساساً هي تخشى
ميليشيات المنفلتة، وقضاة استقالوا وتركوا العراق حتى يروح يعيش برا، حتى يخاف على نفسه، يخاف من الانتقام من الثار. يعني بصراحة أنا شخصيا هذا الكلام كله يعرضني إلى الخطر والقتل. این مستند گوشه ایست از فیلمی تکراری که مردم عراق در 17 سال گذشته دیده اند. ترور قاسم سلیمانی آخر این فیلم نبود. آمریکا شاید برای مقطعی چند امتیاز پیشی گرفت. اما این برنده و بازنده نزدیک 2 دهه زورآزمایی در عراق را مشخص نکرد. أكثر بلد وقفت مع العراق من زمن المعارضة في زمن صدام حسين ودعمت العراق ودعمت المعارضة بشكل عام هي إيران، وهذا لا ينكرها أحد. أنه في الفترة الأخيرة من 2003 قبل 2003 أكثر بلد اتضح لها بالعراق وأدى إلى تغيير النظام في العراق هي أمريكا، بس كليهم لا أمريكا ولا إيران هي فعلاً مستفیده من تواجدها في العراق. در این برزخ زنگ خطر باز برای عراقی ها به صدا در آمده. 2 بهمن 1393 بغداد با 2 حمله انتحاری داعش لرزید. انا اعتقد انه العراق يكون المركز وساحة الصراع، وأنا خشيتي من هذا الإحباط أن تطلع قوى نائمة وقوى أشد تطرفاً تأخذ الأمور على عاتقها، وهذا أخطر ما يمكن أن يحصل. برای آنها که میخواهند عراق را از این دور باطل بیرون بکشند، کار سخت در شده. يعني وإضافة لذلك مقتل قاسم سليماني جعل الاحتجاجات تموت سريريا، قتلها سريريا، لأنه كل العالم أجمع كان ينظر للاحتجاجات، انتقل النظر من الاحتجاجات المطلبية بتغيير جذري إلى احتجاجات شيعية، وأيضا انتقل للحرب ما بين إيران وأمريكا على أراضي العراق، ترك الاحتجاجات. Is there any hope? ماكو أمل. يا أما أنه تجي ثورة ثانية مثل تشرين وأقوى وتغير هذا الوضع ويخلي العالم مجبر أنه يسمع لها، أو ماكو أمل، يبقى العراق مثل ما هو. در منطقه‌ای که دیپلماسی، صلح و خواست مردمش بارها در خون غلطیده، تنها می‌شود امیدوار ماند. امید به اینکه شاید روزی این صداها به جایی برسند.